ادامه برنامه ارمغان صبح. حالا با ما رجب علی شریعتی، یک تن از دانشجویان با ما هستن و موضوعی که امروزشون میخواییم صحبت داشته باشیم نهادها. سلام صبحتان بخیر جناب شریعتی، خوش آمدید. سلام صبح شما بخیر و صبح بینندگانی عزیزم بخیر باشیم. تشکر، سلامت باشیم. بین در اول بگوین جناب شریعتی که یک تعریف مشخص از نهاد داشته باشیم که نهاد چیست؟ تشکر. قبل از اینکه ما بریم به نهاد بپردازیم، چی خوب است که ما بریم اجتماع و همچنان پایگاه و نقش رو ما بررسی کنیم. در اجتماع یک انسانی که اجتماع در اجتماع زندگی میکند و یک انسان که در اجتماع زندگی نمیکند خیلی فرق دارد. بله. از زمین تا آسمان فرق دارد. ما یک مثال میتیم. بله. مثلا یک انسانی که درست است که تفکر داره، فکر میکند، همچنان بسیار تحصیل کرده، اما وارد اجتماع نیست، اما یک انسان که هم تفکر دارد، هم عقل دارد، همچنان مثلا اینا درس میخواند، در اجتماع هست. این هر دو با هم تفاوت زیاد دارد. بله دقیقاً. یکی به موفقیت میرسد که کسی که در اجتماع هست و یک کسی که در اجتماع نیست در موفقیت نمیرسد. و پایگاه و نقش که است در اجتماع خیلی مهم است. پایگاه شخصی که به موفقیت اطلاق میشد که شخص او را احراز کرده، یعنی به دست آورده. و همچنین پایگاه به دو نوع، یک پایگاه انتصابی و یک پایگاه اکتسابی است. پایگاه انتصابی از نسل به نسل دیگر انتقال میکند، مانند خاندان شاهی. خاندان شاهی چیکار میکرد؟ یک پادشاه جای پادشاه دیگر میگرفت. بله. بسیار از یک نسل به نسل دیگر انتقال میکرد. همچنین پایگاه اکتسابی بر اساس سعی، تلاش و کوشش یک شخص به دست میاد. امروز ما توصیه میکنیم به جوانان که پایگاه داشته باشد، پایگاه اکتسابی باشد. یعنی بر اساس سعی و تلاش کوشش خود به دست بیاید. در مقابل از کسی که پایگار اختیار کرد باید این نقش بازی کند، چون مردم از او انتظار دارد که امو پایگاهی که تو اختیار کردی باید بر اساس از پایگاه تو یک نقش بازی کنی. و متاسفانه در افغانستان ما نقش هست، اما نقش پشت صحنه هست. ما یک مثال میدهیم که زمان که یک امتحان گرفته میشه بسیار شفاف است، اما زمان که امتحان تمام میشه بعد از امتحان میبینیم که شخص های نالایق او پایگار اختیار کردن، یعنی نقش پشت صحنه بازی کردن. بله. و همچنان در درون اجتماع کسی پایگار اختیار کرد، کسی نقش بازی کرد، این وارد یک نهاد میشه. بله. و همچنان ما میتونیم که از درون اجتماع یک نهاد رو بررسی کنیم. بسیار خوب. و یک تعریف مشخص از گگر از خود نهاد داشته باشین، چگونه تعریف می داشته باشین از دیدگاه خودتون؟ نهاد از دیدگاه جامعه شناسا اگه ما بریم بررسی کنیم، نظام پایدار و سازمان یافته است که در درون اجتماع وجود دارد. بسیار خوب. چند نوع نهاد وجود داره؟ اگر شما به دسته ها تقسیم کنید چگونه نهادها وجود داره؟ خب نهادها را آمدن بررسی کردن، از زمانی که بررسی کردن ما میتونیم نهادی خصوصی و دولتی بگیم. اما در کل نهادها به 5 دسته تقسیم میشد. نهاد دین داریم، نهاد خانواده داریم، نهاد آموزش پرورش داریم، و نهاد سیاست داریم، و همچنین نهاد اقتصاد داریم. مهمترین نهاد در جامعه نهاد خانواده است، چون خانواده اساس جامعه میباشد. خانواده یک جامعه کوچکی است که یک جامعه بزرگ تشکیل میده. خانواده تحت صورت میگیره. بله. یک خانواده میتواند که باعث ازی شود که نهادهای دیگر درست باشد. یک خانواده میتواند که باعث ازی شود که نهادهای دیگر نادرست به بار بیاید. خصوصیات نهادها چیه؟ خصوصیات نهاد هم یکی از خصوصیات مهم نهادهای است که نیازهای اساسی جامعه را برآورده میکند. مثلا خانواده یک نهاد است. زمانی که ما بررسی کنیم خانواده یک نهاد است، بعد این می خانواده که تولید نسل میکند، در حقیقت یکی از نیازمنده های جامعه را این برطرف کرده است. همچنین نهاد دین و سیاست یکی از نیازهای جامعه را برآورده میکند. و همچنین نهادها خیلی گسترده میباشد، فعالیت هایشون خیلی زیاد میباشد، اما وابسته به دیگر است. ما میبینیم نهاد خانواده وابسته به نهاد آموزش پرورش است. زمان که نهاد خانواده آموزش پرورش باشد ولی نهاد خانواده نباشد، در حقیقت آموزش پرورش هم به درد نمیخورد، چون او تربیت نشده، بعد رفته وارد نهاد آموزش پرورش، با هم وابستگی دارد. و همچنان نهادها خیلی گسترده میشد، نهادها در جامعه خیلی وجود دارد، از جمله ما گفتیم که نهادهای خانواده، نهادهای دین و سیاست و همچنان نهادهای حکومت. بسیار خوب. اگر در مورد کارکردهای نهادها صحبت کنیم چی خواهد گفتیم؟
خب در کل نهادها اگر بررسی شود دو تا کارکرد دارد. یک نهادهای کارکرد دارد بینایی است، یعنی با چشم مردم میبیند. و دیگری نهادهایی است که پنهانی است یا مخفی که با چشم دیده نمیشود. مانند این نقش که ما گفتیم پشت صحنه است، در حقیقت این مردم نمیبیند اونا که چه قسم یک نقش بازی میکند. و اینمی نهادهایی که بینایی است یا انسان ها میبیند که چه کارها میکند. مثلا رئیس جمهور ما برسید، رئیس جمهور که است یک کارکرد بینایی کند در پیش مردم ظاهر شود و همون کارکرد خود به نمایش بگذارد، در حقیقت مردم نظارگر او است. همتون نهادهایی که کارکرد پنهانی یا مخفی دارد، زمانی که یک انسان در وارد جامعه میشه یک کارکرد بینایی دارد، بینایی بعد از بینایی اینا کارکرد پنهانی هم دارد که در نظر مردم نیست، در حقیقت مردم او رو نمیبیند. خب از نظر شما جناب شریعتی دو نوع کارکرد داره که شما نام بردین، اگر مقایسه کنین کدامش بهتره؟ خب در کل اگر ما بگیم که کدامش بهتر است، درست است هم ما میتونیم کارکرد بینایی را درست بگیم هم پنهانی را، چون اینا کلشان کارکرد های مثبت هم دارد. اگه کارکرد پنهانی رو ما بریم بررسی کنیم، در حقیقت یکی از کارکرد ها که ما بگیم نهاد هایی که مثلا یکی از کارکرد هایی که مثلا در جامعه انجام میدهد تعصب است. تعصب هم کارکرد مثبت دارد هم کارکرد منفی دارد. مثلا کارکرد بینایش هم است، پنهانی هم است. در نظری از نظر خودیم کارکردی باید ما کارکرد داشتیم، کارکرد بینایی، چون در نظر مردم باشیم و مردم ما را ببیند و از ما تقدیر کند. به نظر من هم کارکرد بینایی بهتر است، چون که کارکردی که قسمی که شما گفتین مخفی یا پنهان باشه، چی خوب باشه چی بد مردم نمیبینه، ولی اگر بینایی باشه خوب و بد مردم میبینه و قضاوت میکنه. به نظر من بهتر است. بسیار خوب، خیلی سپاس از اینکه تشریف آوردین. در اخیر کدام حرف و پیام گفتنی داشته باشین از شما میشنم. تشکر از شما و از برنامه زیبایتان که باعث از این میشد که جوانان بروز پیدا کنند در جامعه، کارکردهای خود رو به نمایش بذارد. مانند که ما گفتیم کارکرد بینایی داریم، یعنی در حقیقت ما اینجا به نمایش میذاریم که باعث از این میشیم که جوانای دیگر تحریک کند و اینجورون بیاید که کارکردهای خود رو به نمایش بذارد. یک پیامی به خانواده عزیز خود داریم. خانواده عزیز فرزندهای خود رو کوشش کند به طریقه درست تربیت دهد تا باعث از این شود که دیگر نهادها به درست به بار بیاید. یک پیام به جوانان است. جوانان عزیز باید کوشش کند که پایگاه اقتصادی اینا اقتصادی رو به دست بیارد، چون پایگاه اقتصادی بر اساس سعی و تلاش کوشش خود از این به دست میاد. پایگاه اقتصادی که است بر اساس سعی تلاش نیست، از یک نسل به نسل دیگر ممکن است که در واقع مدت تو اختیار کنه، بعد از مدت چند مدتی دوباره محو میشود، پاک میشود. باز هم تشکر از اینکه تشریف آوردید. تشکر از شما بیننده هم سپاس که تا این برنامه رو بیننده بودین. یک میان برنامه خیلی کوتاه و در ادامه با ما همراه باشید.